وقوع انفجار در کابل، احتمال انشعاب در حزب وحدت کریم خلیلی، آغاز شدن کار ساخت میدان هوایی ننگرهار. سرانجام رجب طیب اردوغان فرمان ادای نماز در ایا صوفیه را صادر کرد و واکنش ها در برابر تبدیل کردن کلیسای ایا صوفیه و مسجد در ترکیه. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. اردوغان فرمان ادای نماز در ایا صوفیه را صادر کرد. رئیس جمهور ترکیه با امضای فرمان تغییر کاربری ایا صوفیه از موزیم به مسجد این اجازه را میدهد که نماز را در این مکان شروع کنید. با گزارش سپوتنیک، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که فرمان مبنی بر تبدیل کلیسای ایا صوفیه به مسجد که امکان برگزاری عبادت به مسلمانان را میدهد امضا کرده است. چند پیش اعلام شد که شورای دولتی ترکیه تصمیم سال 1934 مبنی بر تبدیل کردن ایا صوفیه به موزیم را لغو کرده است. اردوغان عکسی از فرمان خود در توییتر منتشر کرده است. مقرر شد کنترل ایا صوفیه را به دایانت یعنی سازمان دولتی در خصوص ادیان ترکیه منتقل کنید و آن را برای عبادت باز کنید. وزارت امور خارجه ترکیه پیش از این اظهار داشت که کشور و حق دارد وضعیت کلیسای جامع را تغییر دهد و آن را به مسجد تبدیل کند بدون آن که نظر سایر کشورها را در نظر بگیرد. ایا صوفیه در 27 دسامبر 537 به عنوان کلیسا افتتاح شد. کلیسای جامع بیش از 1000 سال بزرگترین معبد جهان مسیحی بوده است. پس از آن که عثمانی ها قسطنطنیه و سقوط امپراتوری بیزانس را در سال 1453 به دست گرفت، کلیسای جامع به مسجد تبدیل شد. اما از سال 1934 این بنا با حکم بنیانگذار دولت مدرن ترکیه کمال آتاتورک به موزیم تبدیل شده و در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفته است. واکنش کاربران افغان به تبدیل شدن ایا صوفیه به مسجد. فرمان تازه رئیس جمهور ترکیه در مورد تبدیل شدن ایا صوفیه به مسجد با واکنش های متفاوت افغان ها در شبکه های اجتماعی روبرو شده است. شورای دولتی ترکیه تصمیم سال 1934 مبنی بر تبدیل کردن ایا صوفیه و موزیم را لغو کرده. رجب طیب اردوغان فرمان داد تا این موزیم را برای عبادت باز کنند. کاربر می نویسد که خداوند رئیس جمهور ترکیه را بیشتر بیدار کند. بدون شک هر مسلمان از این تصمیم خوشحال خواهد شد. کاربر دیگر نیز با حمایت از این فرمان تازه رئیس جمهور نگاشته است که مخالفت های امریکا و رهبر مسیحیان جهان نتوانست مانع تبدیل شدن موزیم ایا صوفیه به مسجد شود. کاربر دیگر نیز به حمایت از این طرح دولت ترکیه در صفحه فیسبوکش نگاشته است. پیامد سیاسی، اجتماعی و دینی این عمل نامعلوم نیست چه خواهد بود. اما من حیث یک جوان مسلمان این عمل رئیس جمهور اردوغان مایه فرحت و شادی من بود. واکنش کلیسای ارتدوکس روسیه به تصمیم ترکیه برای تغییر کاربری ایا صوفیه از موزیم به مسجد. رئیس بخش روابط عمومی کلیسای ارتدوکس روسیه میگوید که متاسف است از اینکه صدای اسقف کریل یکم شنیده نشده است. ولادیمیر لگویدا رئیس بخش روابط عمومی کلیسای ارتدوکس روسیه گفت این کلیسا ناخشنود است که سخنان اسقف اعظم کریل یکم در مورد تغییر کلیسای ایا صوفیه به مسجد شنیده نشده است. چند پیش اعلام شد که شورای دولتی ترکیه تصمیم سال 1934 مبنی بر تبدیل ایا صوفیه به موزیم را لغو کرده است. او افزود در بیانیه ششم ماه جولای اسقف اعظم کریل یکم گفت که
وظیفه هر یک دولت متمدن حفظ تعادل است که ناسازگاری های موجود در جامعه را آشتی دهد، بلکه نه آنها را دامن زند. بجای جدایی، اتحاد را در بین مردم ترویج کنید. جای تأسف است که این سخنان شنیده نشده است. در امین حال سیهوندری گزارش می دهد. تازه انفجار در شهر کابل. لحظات پیش صدای یک انفجار در مربوطات حوزه نهم شهر کابل شنیده شده است. تا هنوز نوعیت این انفجار و تلفات برخواسته از آن مشخص نیست. در امین حال بشیر احمد قاسانی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: گام مثبت. بزرگترین فارم تولید ماهی در قندهار ساخته شده است. این فارم در 42 جریب زمین ساخته شده است که سالانه بیش از 6000 تن ماهی تولید خواهد کرد. بشیر احمد قاسانی همچنان نگاشته است: احتمال انشعاب در حزب وحدت کریم خلیلی وجود دارد. در نشست رهبری این حزب از اسدالله سعادتی انتقاد شده که مطالبات حزب وحدت را نتوانسته است که از دکتر عبدالله عبدالله به دست آورد. کار ساخت میدان هوایی ننگرهار آغاز شد. کار ساخت بخش اول میدان هوایی غیر نظامی ننگرهار روز جمعه 10 جولای آغاز شد. به نقل از 8 صبح قرار است میدان هوایی ننگرهار در منطقه گمبیره ولسوالی شیوه کوزکنر در 25 کیلومتری شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار در 3.5 هزار جریب زمین ساخته شود. برای ساخت بخش اول این میدان هوایی که شامل ساخت دیوار احاطه، برج‌های امنیتی و فنز می شود، 80 میلیون افغانی بوده در نظر گرفته شده است که از سوی دولت تامین می شود. قرار است که کار بخش اول آن در ظرف 8 ماه تکمیل شود. در مراسمی که برای شروع کار ساخت بخش اول میدان هوایی ننگرهار ترتیب شده بود، محمد قاسم وفایی‌زاده رئیس اداره هوانوردی ملکی، فضل محمود فضلی رئیس اداره امور ریاست جمهوری، والیان ننگرهار و لغمان حضور داشتند. به گفته آقای وفایی‌زاده، ساخت این میدان هوایی 35 تا 40 میلیون دلار هزینه خواهد داشت و تلاش می شود که در جریان 2 سال آینده کار ساخت آن تکمیل شود. محمد قاسم وفایی‌زاده افزود که در وضعیت اضطراری و جوی نامناسب در میدان هوایی کابل، هواپیماها در شهر مزار شریف یا هم در پشاور پاکستان نشست می کنند. اما با ساخت میدان هوایی ننگرهار این مشکل حل خواهد شد. قرارداد ساخت بخش اول میدان هوایی ننگرهار که شامل ساخت دیوار احاطه، برج‌های امنیتی و فنز می شود، در ماه جوزا با شرکت افغان گلوبال اپریشن امضا شد. و در پایان هم یک خبر خیلی کوتاه ببینید. زن در ولایت دایکندی یک مرد را با شلیک گلوله کشت. به نقل از 8 صبح، زامن پویا ولسوال شهرستان میگوید که این رویداد در روستای فیض‌آباد ولسوالی شهرستان رخ داده است. به گفته وی، این زن مرد را با شلیک تفنگ چرایی به قتل رسانده است. ولسوال شهرستان میگوید که این زن در بازداشتگاه به سر میبرد و در بازجویی دوگونه اعتراف کرده است. زامن پویا افزوده است که در هزارات گفته شده است که این زن این مرد را ساعت 11 در حالی که شوهرش در خانه نبوده پشت درب خانه او برای دزدی آمده بود و ناگزیر شده که بر این مرد شلیک کند. همچنان از اظهارات بعدی این زن گفته شده که این مرد قصد تجاوز پشت درب خانه او آمده بود و میخواست به زور وارد خانه شود. ولسوال شهرستان ولایت دایکندی گفت که تاکنون تحقیقات در این مورد پایان نشده است. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار.